سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. میریم که دوره رو با هم شروع بکنیم. امیدوارم که یک دوره خیلی عالی داشته باشیم و آخر کار شما بتونید یه سایت فوق‌العاده حرفه‌ای رو طراحی بکنید. جلسه اول میخوایم با هاست و دامنه شروع بکنیم. میخوام بهتون توضیح بدم اصلا هاست و دامنه چی هست. شاید بعضیاتون به گوشتون خورده باشه، شاید بعضیاتون هم به گوشتون نخورده باشه و اصلا هیچ اطلاعی راجبش نداشته باشید. من تو این جلسه میخوام از صفر تا صد هاست و دامنه رو براتون توضیح بدم، بگم از کجا هاست و دامنه خریداری بکنید و اصلا توضیحاتش به چه شکلی هستش. میریم سراغ دامنه. دامنه در واقع اسم سایت ما هستش. همونجور که همه ما ها یک اسمی داریم، سایت ما هم دارای یک اسمی هست، مثل این سایت که الان به اسم سایت نتافراز هست و اسم دامنش netafraz.com هستش. پس تمام سایت ها دارای یک اسمی هستن که به اون اسم میگن دامنه. هاست یا فضای میزبانی هم در واقع یک فضایی هستش که ما سایتمون رو داخل اون میگذاریم که در واقع مخاطب ما از هر جایی بتونه اون سایت رو ببینه. پس ما در واقع برای شروع کارمون نیاز به یک دامنه که اسم سایت و یک فضای میزبانی یا هاست داریم که این هاست و دامنه رو باید از یه سری شرکت ها خریداری بکنیم که حالا من بهتون بهترین شرکت ها رو معرفی میکنم که کدوم ها هستن که میتونید خیلی راحت با خیال راحت خرید بکنید ازشون، که دیگه دغدغه این که از کجا هاست و دامنه رو بخواید بخرید نداشته باشید. یکی از بهترین شرکت هایی که برای خرید هاست و دامنه میتونید انتخاب بکنید شرکت نتافراز هست. حواستون بچه ها باشه، خیلی شرکت هستش که خدمات حالا هاست و دامنه رو دارن ارائه میکنن. چند تا نکته رو برای اینکه بخواید در واقع خرید هاست و دامنتون از اون شرکت ها انتخاب بکنید مد نظر قرار بدید. اولین نکته این هستش که پشتیبانی خوبی داشته باشن. پشتیبانی خیلی مهمه، چون شما ممکنه که سایتتون به مشکل بخوره یا هر علتی داشته باشه که شما بخواید با اون شرکت هاستینگ یا دامنتون در ارتباط باشید. پس حتما باید پشتیبانی خوبی داشته باشن، سرعت هاستاشون باید سرعت خوبی باشه، از امنیت خوبی در واقع برخوردار باشن، تمام سیستم هاشون به روز باشه، سازگاری داشته باشن با تمام سرویس هایی که مخصوصا شما که میخواید وردپرس در واقع کار بکنید با تمام سرویس های وردپرس سازگاری داشته باشن و یک شرکت معتبری باشن. حالا ممکنه که شما بعد از یه مدتی کار بکنید، یه سری شرکت هایی که حتی خیلی هم معتبر نیستن ببینید کارشون خوبه باشون کار بکنید، ولی اول کار حتما بهتون پیشنهاد میکنم که از این فاکتورهایی که بهتون گفتم حتما اون شرکتی که میخواید هاست و دامنه بخرید برخوردار باشه. پس انتخاب اول ما شرکت نتافراز هست، ولی شرکت های خوب دیگه ای که هستن دارن این خدمات رو ارائه میدن، شرکت هاست ایران، شرکت ایران هاست، سایت ایران سرور، برتینا، پارس پک، میهن وب هاست، اینها شرکتایی هستن که شما خیلی راحت از اینها هم میتونید در واقع خدمات بگیرید. برای اینکه بخواید در واقع باز هم پیدا بکنید میتونید توی گوگل سرچ بکنید خرید هاست و دامنه، کل شرکت و سایت برای شما بالا میاره که حالا از هر کدوم با توجه به نوع نیازتون میتونید در واقع این خدمات رو انتخاب بکنید. حالا من انتخاب اولم گفتم بهتون نتافراز هست که خودم که سالیان هست تو حوزه کار طراحی سایتم داریم فعالیت میکنیم، از این شرکت هاست و دامنمون رو خریداری میکنیم. برای شما مختارید که از هر جایی که دلتون بخواد هاست و دامنه رو خریداری بکنید. حالا من جلوتر راجع به اینکه نوعهای دامنه چی هست، پسفنداش به چه صورتیه، دامنه IR چیه، دامنه .com چیه بهتون توضیح میدم، ولی اول بریم سراغ در واقع هاست. توی شرکت نتافراز سه فضای میزبانی در اختیار شما گذاشته که در واقع میزبانی یا همون هاست اقتصادی، هاست استاندارد و هاست حرفه‌ای هستش. شما برای اینکه بخواید تشخیص بدید از کدوم استفاده کنید، اگر اول کار هستید برای تمرین میخواید هاست و دامنه خریداری بکنید، سایتی که میخواید طراحی بکنید یه سایت خیلی نرمال و در واقع اوکی هستش که حالا بازدید کننده متوسطی داره، یا برای مشتریتون یه سایت متوسط میخواید طراحی بکنید، میشین از هاستای اقتصادی در واقع خریداری بکنید. فضای هاستاش از 1.5 گیگ تا 12 گیگ هستش، حالا با فضای پهنای باندی که در واقع اینجا همش ارائه شده و حالا
آپشن هایی که اینجا قرار داده شده و قیمتش هم این پایین براتون زده که در واقع هاست ایران حالا 3 ماهش مثلا 133 تومن و هاست اروپا 286 تومن. شما میتونید هاست رو به صورت 3 ماه، 6 ماه و یا 1 ساله تهیه کنید. اگر برای اول کار براتون مقدور نیست که هزینه زیادی بکنید، میتونید از همون هاست های 3 ماهه، اگر اوکی هستید و میتونید هزینه‌اش رو پرداخت بکنید، از هاست های 1 ساله استفاده بکنید. حالا شاید بگید فرق سرور ایران و سرور اروپا توی چی هستش؟ ببینید شما بستگی به اون نوع سایتی که دارید طراحی می‌کنید میتونید انتخاب بکنید که کدوم بهتره کدوم بدتره. بهتری و بدتری نداره، یه سری مزایا سرور ایران داره، یه سری معایب داره، یه سری مزایا و معایب هم حالا سرورهای اروپا مخصوصا برای ما که داریم توی ایران سایت طراحی می‌کنیم دارن. سرورهای ایران سرورهایی هستن که داخل ایران خیلی خوب جواب میدن، زمانی که اینترنت به هر علتی قطع میشه و حالا فیلترینگ اتفاق میفته سرورهای ایران سر جای خودشون هستن، توی ایران میان خیلی راحت و اوکی دارن استفاده میشن. سرورهای اروپا خب سرورهای قدرتمندتری هستن، شاید سرعتشون یه مقداری بالاتر باشه ولی زمانی که قطعی پیش بیاد و فیلترینگ بشه یا به هر علت اینترنت داخل ایران قطع بشه سرورها دیگه از داخل ایران کار نمی‌کنن یا حالا مجبوریم که از فیلتر شکن‌ها استفاده بکنیم. شما اگر داخل ایران هستید میتونید از سرورهای ایران استفاده بکنید، ولی اگر سایت‌های به زبان انگلیسی دارید کار می‌کنید، خارجی دارید کار می‌کنید، می‌خواید سایت‌های بین‌المللی کار بکنید، میتونید از سرورهای اروپا استفاده بکنید. اگر هم برای مشتری می‌خواید کار بکنید میتونید با خودش مشورت بکنید که بپرسید ازش که سرورهای ایران حال استفاده بکنن یا سرورهای اروپا را استفاده بکنن. پس این از سرورهای میزبانی اقتصادی. برای سرورهای استاندارد حالا فضای هاستشون که بالاتر هست با سرویس های مختلفی هست، پهنای باندهاشون بیشتر شده و حالا یه سری آپشن هایی که اینجا هستش و حالا باز قیمتهاش که به این صورته که قیمتهاش بالاتر از میزبانی اقتصادیه و میزبانی وب حرفه‌ای هم که دیگه حالا پهنای باندها نامحدود میشن و فضای هاست ها هم بالاتر میرن که در واقع باز اینجا میتونید اطلاعات هر کدوم رو ببینید و بر اساس اونها دوباره اینجا قیمت هست هر کدوم رو که خواستید سفارش بدید. برای تمرین اولیه برای اینکه بخواید کار اولیه بکنید من بهتون پیشنهاد میدم که روی میزبانی وب اقتصادی سرویس ایوان هاست 3 ماهه که 130 خورده‌ای هست 133 تومن هست در واقع انتخاب بکنید. بچه ها خیلی ها توی آموزش ها از زمپ و ومپ هم استفاده می کنن و در واقع سایت ها رو روی سرویس های لوکال بالا میارن. من تو آپدیت های جدید این قسمت رو حذف کردم بابت اینکه اون قسمت انقدر مشکل ساز بود، بچه ها انقدر به مشکل برمی خوردن و توی ران کردنش مشکل داشتن که دیگه سخت به مراحل بعدی می رفتن. ولی من می خوام بهتون بگم که شما روی هاست اصلی کار بکنید که در واقع دستتونم راه بیفته که دیگه اگر سایت تمرینی دارید کار میکنید سایت دومی که دارید کار میکنید دیگه بدون هیچ گونه نگرانی سایتتون رو بالا بیارید. الان شما یک هاست 3 ماهه اقتصادی 133 تومن میتونید تهیه کنید، یک دامنه هم زیر 30000 تومن هست، یعنی با 156000 تومن روی یک محیط واقعی کار میکنید و سایتتون رو همونجا بالا میارید. ولی زمپ و وم با توجه به مشکلاتی که ممکنه برای شما به وجود بیاره من توصیه نمی کنم روی در واقع اونها کار بکنید و اینجا هم خیلی راحت بعد میتونید در واقع قالب رو پاک بکنید دوباره یه قالب دیگه کار بکنید و خیلی راحت روی محیط اصلی کار بکنید. پس ما الان برای اینکه بخوایم تمرین بکنیم شروع کارمون رو بکنیم یک هاست در واقع 3 ماهه سرور ایران رو سفارش میدیم. بعد از اینکه سفارش بدیم حالا نوبت ثبت دامنتون هست. حالا دامنه به چه صورتیه؟ دامنه پسوندهای مختلفی داره. دامنه .com که خب یک دامنه جهانیه، یک دامنه بین‌المللی. اگر میخواد که یک سایت بین‌المللی داشته باشید، یک سایت در واقع حالا زبان انگلیسی و اینه که حتما باید در واقع .com باشه، از .ir نمیتونید استفاده کنید. ولی دامنه .com میگم یک دامنه بین‌المللی هستش که شما میتونید به صورت روتین ازش استفاده بکنید. دامنه .ir، یه نکته ای رو بهتون بگم، دامنه .com یک
یعنی هزینهش بر اساس دلار حساب میشه. من الان یک دامنه ای رو به صورت حالا پیش‌فرض بزنم، الان مثلا میزنم وبراد آموزش 2.com، یه بررسی میزنیم که من قیمتاش هم بهتون بگم که میبینید زمانی که در واقع دامنه موجود باشه میزنه برای شما موجوده و خیلی راحت میتونید انتخاب بکنید. هزینهش هم مثلا 769 تومانه که قیمت دلار بره بالاتر، این قیمت افزایش پیدا میکنه، قیمت دلار بیاد پایین، این قیمت هم میاد پایین، یعنی با دلار محاسبه میشه. حالا شما زمانی که میخواید یه دامنه ثبت بکنید حتما باید اطمینان از این پیدا بکنید که دامنه خالیه، یعنی ما با یک دام دامنه نمیتونیم که دو تا. مثلا الان ببینید این سایت نت افراز، خب من خود نت افراز خب دات کام هست، من الان بررسیشو بزنم ببینید این دامنه چون اینجا استفاده شده به شما خطا میده که این دامنه قبلا سفارش داده شده، پس شما باید یک دامنه دیگه استفاده بکنید. پس من الان همون میرم توی وبراد آموزش 2 و این رو بررسی میکنیم که خالیه و ما میتونیم انتخاب بکنیم. دامنه بین المللی های دیگه هم هست مثل .net.org به این صورت که اینها هم شما میتونید در واقع انتخاب بکنید. حالا هزینه هاش هم اینجا برای شما میزنه که هر کدوم به چه صورتیه. حالا پسفند های بعدی هم دیگه مثلا پسفند شاپ هست که برای فروشگاهی، پسفند می یا پسفند های مثلا اینفو هست، پسفند های مختلفی هست که شما میتونید استفاده بکنید. ولی برای اینکه در واقع پسفند شما بین المللی باشه از .com استفاده بکنید و از IR هم میتونید استفاده بکنید. من یه بررسی هم بزنم، دامنه IR دامنه هستش که مربوط به ایران هست، یعنی دامنه .ir هر جا که بزنید مشخص هست که این سایت برای ایرانه، دامنه متعلق به ایران هست. اگر شما در واقع نخواهید هزینه خیلی زیادی بکنید، همونجور که میبینید این قیمتش 29 هزار تومان هست، با قیمت دلار هم خیلی بالا پایین نمیشه، تو این چند دیر و چند سال هم خیلی بالا پایین نشده، مثلا حالا 4-5 سال پیش بوده 6 هزار تومان، بعد شده 12 هزار تومان، بعد شده مثلا 15 هزار تومان، حالا الان روی 29 هزار تومان در واقع هسته، حالا ممکنه که یک مقداری بالاتر بده ولی خیلی اختلاف قیمتی نداره با مثلا سالهای پیش. شما میتونید در واقع اگر بخواید برای اول کارتون استفاده بکنید دامنه IR انتخاب بکنید، اگر سایتتون سایتی هست که داخل ایران داره استفاده میشه، هزینه خیلی زیادی نمیخواید بکنید، میتونید خیلی راحت از دامنه IR استفاده بکنید، هیچ فرقی نمیکنه، سایتتون بالا میاد، قالبتون بالا میاد، روش میتونیم SEO انجام بدیم. حالا SEO دامنه .com بهتر هست روش جواب میده، ولی باز هم دامنه IR هم مشکلی نداره، میتونیم روش SEO هم انجام بدیم، فروشمون رو میتونیم داشته باشیم، درگاه پرداخت، اینماد و هر کار دیگه ای که بخوایم رو خیلی راحت با دامنه IR هم میتونیم انجام بدیم. من الان همین دامنه IR رو انتخاب میکنم که در واقع بخوام ثبتش کنم. حالا اگر شما اگر مثلا یه دامنه از قبل داشته باشید میتونید این تیکو بزنید که از قبل دامنه دارید یا از یک ساب فولدر بخواید استفاده بکنید، برای اول کار که بخواید خرید بکنید اینجا هم دامنه رو ثبت میکنید، بررسی رو میزنید و بعد از اینکه بررسی شد و قیمت رو به ما داد میایم این پایین و قسمت ادامه رو کلیک میکنید. خب الان من یک در واقع سرویس ایوان دارم که روی سرویس های ایوان من برای ثبت های یک ساله هش یک دامنه IR هم، حالا این دامنه IR هم که حالا ما ثبت کردیم به صورت رایگان بهتون میدن، ولی برای 3 ماه و 6 ماه دامنه های IR دیگه رایگان نمیشن. یعنی شما اگر یک هاست ایران یک ساله خریداری بکنید یک دامنه IR رایگان به شما در واقع تعلق میگیره. حالا پس من الان این هم در واقع چیز سه ماه هم، سرویس سه ماه هم و قسمت ادامه رو کلیک میکنه. خب زمانی که شما دامنه .com خریداری بکنید این مرحله برای شما پدیدار نمیشه، یعنی اگه به جای وبراد آموزش 2.ir من .com خریداری کرده بودم و این مرحله برای من نمی اومد، ولی دامنه های IR یک مرحله اضافه تر دارن، اون هم تاییدیه احراز هویت در شناسه ایرنیک هستش. ایرنیک چی هستش؟ در واقع شما توی یک سایتی که حالا الان بهتون میگم باید یه سری تاییدیه انجام بدید، یعنی احراز هویت بکنید که شماره تماستون و
به آدرس ایمیلتون احراز بشه و یک شناسه‌ای به شما داده میشه که اون شناسه رو میارید و اینجا قرار میدید. ولی دامنه‌های بین‌المللی.com.net.org این در واقع مرحله رو نداره و شما میرید ثبت بقیه مراحلتون رو طی میکنید و ثبت هاست و دامنه‌تون رو انجام میدید. فرقش اینه که فقط زمانی که شما دامنه .com رو خریداری بکنید، این مراحل رو که پیش برید، به جای که اینجا بخواید احراز هویت انجام بدید، ثبتش که تموم شد یک لینکی به آدرس ایمیل شما میاد که شما زمانی که ثبت میکنید باید وارد آدرس ایمیلتون بشید، روی اون لینک احراز هویتتون کلیک بکنید که شما یک شخص حقیقی هستین و تایید میکنید. روی اون لینک تایید بزنید، دامنه .com شما ثبت میشه. پس بچه‌ها حواستون باشه، من یک بار دیگه اینجا رو توضیح میدم بهتون، دامنه IR و دامنه .com باید تاییدیه انجام بشه براشون، یعنی یک احراز هویتی انجام بشه. احراز هویت دامنه .ir قبل از اینکه شما ثبت بکنید در شناسه اینیک ثبت میشه که الان من بهتون توضیحات کاملش رو میدم، و دامنه .com این مرحله رو نداره. بعد از اینکه ثبتش انجام شد، یعنی هاست و دامنه رو ثبت کردیم، ادامه زدیم و مراحلش پیش رفت، یک لینکی به آدرس ایمیل شما میاد، شما حتما باید برید روی اون آدرس ایمیل کلیک بکنید و تاییدیه انجام بدید که به شما یک کلمه کانگراتولیشن هم میده، یعنی تبریک، دامنه شما احراز هویت شده، ثبت.